دیگر به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه. برنامه این هفته من بسیار پروپیمانه است با مطالب متنوع و دو چهره سرشناس ایرانی، دو چهره مبارز، آقای سیاوش اوستا و آقای دکتر ازمارا هم در این برنامه با ما همراهی خواهند کرد. بسیار اگر به هر حال یه ویدیویی مثلی که داریم که آقای سیاوش اوستا فرستادن، اگه چند دقیقه هست میتونیم اینو پخش بکنیم و در این رابطه صحبت بکنیم دربارش تا من برسم به مطالب دیگه ای. ایریانا لیلا پهلوی عزیزم که امسال به همراه شهبانو و مادرش رفت به قاهره، یعنی هدیه تولد فرانسیس ایریانا پهلوی لیلا امسال سفری بود به قاهره و دیدار از مسجد رفاعی و آرامگاه پدر بزرگش. همه عکسایی که میبینید تازه و جدید هست و در هشتمین سال زایش این دختر آریایی. هرچند همونطور که آقای شرفشاهی گفتن دو پادشاه بزرگ در مرداد ماه از جهان رفتند، ولی در همین مرداد ماه و در چهارم مرداد ماه دختری رو به یادگار گذاشت دکتر علیرضا پهلوی که وقتی کشته شد ایریانا لیلا پهلوی دو ماه و خورده‌ای در شکم مادرش بود، یعنی پرنسس رها دیدور رو که میبینیم حامله بود از ایریانا لیلا پهلوی که کشته شد. یکی از نشانه های بارز کشته شدن دکتر علیرضا پهلوی همین هست که میبینیم همسر ایشون دو ماهه حامله بود و با من صحبت کرده بود، قرار بود در همین مرداد ماه که یادروز پادشاهان پهلوی هست و گویا خب زایش فرزندش هم میدونست، یک آیین آباستانی برگزار بکنه برای پیوند زناشویی خودش. من یک بار دیگه میخوام از شهبانوی عزیز سپاسگزاری کنم که شهبانوی عزیز و نازنین و مهربان به وصیت علیرضا پهلوی عمل کردن و پیکرش رو سوزوندن همونطور که خودش خواسته بود و عرض کنم خدمتتون که پذیرفتن پرنسس رها دیدور رو به عنوان عروس خودشون و ایریانا لیلای عزیزم رو به عنوان نوه خودشون. این کار شهبانو یک شاهکار تاریخی بود که سنت شکنی بزرگی کردند با اون فرهنگ کهنه از کنم خدمتتون اسلامی که بر جهان حاکمه و بر خود ایران حاکم هست و هم پیکر شادروان دکتر علیرضا پهلوی رو سوزوندن و هم همسر ایشون سرکار خانم رها دیدور رو عنوان عروسشون پذیرفتن و امسال هدیه‌ای که شهبانو پیشکش کرد به نوه خودش به عنوان هشتمین سال زایش و تولدش این بود که ایشون رو برد به مصر. همونطور که عرض کردم این یه ویدیوی کوتاهی بود که آقای سیاوش اوستا برای ما
فرستاده بود که در حال قسمت‌هایی را از اون شما دیدین یه مقداری طولانی تره ولی وقت برنامه ما بیش از این اجازه پخش اینا رو نمیده ولی خواب همونطور که عرض کردم ما در روزنامه صبح ایران هم روز دوشنبه یه ویژه نامه ای دادیم که تمام مطالب پیشرفت های ایران و دیدگاه هایی که در این رابطه بوده در اونجا بود و سازمان سرباز همونطور که عرض کردم یک بیانیه یک صفحه ای دادن که درش مت جالبی بود در زمینه خدمات دو پدر و پسر خدمتگزار ایران که رضا شاه کبیر واقعا ظرف 16 سال با چه سرعتی ایران را از هیچ به همه چیز رسوند و از زمانی که حتی تبعیدش کردن در اونجا هم که بود دلنگران این بود که پسرش بتونه این پیش ترقی ها و پیشرفت ها رو دنبال کنه و ادامه بده که آقای سیاوش عبستا و دکتر رزبارا هر کدوم درباره پادشاه و درباره دکتر شاپور بختیار چه دیدگاه کوتاهی به ما عرضه میکنن تا به سایر مطالب این برنامه برسیم. بله درودی بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز. آقای سیروس شرفشاهی عزیز آرزو دارم که حالتون خوب باشه. من صداشون ندارم آقا. مهربانیار جناب دکتر رزمارای عزیزم و آقای امیر شهرتی عزیز که کارگردان برنامه هستن و همه بینندگان مهربان که بر هر کجای جهان ما رو نشستن و میبینن. بله بسیار ممنونم که وقتتون رو میدونم. چقدر فرد پرمشغله ای هستی در پاریس، دقیقه راحت و آرامش نداری و در دنیای خبرها و مسائل مختلف و تهیه برنامه ها در حال در تلاشین و سال هاست که مبارزه میکنیم با این رژیم منفوری که مملکتمون رو به روزگار به راستی گریه‌آوری رسونده. بله بگوشیم شما هم مطالبتون رو شروع. مهرورزی کردید و در ابتدای برنامه تصاویر آخرین تصاویر نواده محمد رضا شاه رو پخش کردید که من فکر میکنم ارمغان بسیار خوبی بود به ملت ایران، مردم ایران، چون آقای شرفشاهی شاهزاده شهید دکتر علیرضا پهلوی رو ملت ایران خیلی دوست داره. یعنی اونطور که من در پیوند هستم با مردم میبینم یک عشق جاودانه و بعد فرزند ایشون و همسر ایشون رو که امسال شهبانوی عزیز و نازنین این بانوی مهربان به عنوان هدیه جشن تولد ایریانا لیلا ایشون رو بردن به قاهره. اولین سفرش بود به قاهره و در کنار شهبانو بود به همراه مادرش سرکار خانم رها دیدور و واقعا جناب سیروس شرفشاهی عزیز این زن یعنی شهبانوی عزیزم در هنگامی که در کنار محمد رضا شاه بودن افتخارات بزرگی آفریدن که بایستی در بارش کتاب ها نوشت، اما آنچه با نوه خودشون و پرنسس رها دیدور کردند واقعا تا به امروز که من نشستم با شما صحبت میکنم هنوز ملت ایران بزرگی و عظمت و شکوه این کار شهبانو رو ندیدن و نشناختن و نسنجیدن که تا چه حد بزرگ بوده و پرپیام. شهبانو کمتر صحبت میکنه اما خیلی وقتا با حرکاتش با کارهایی که انجام میده نشون میده که همچنان بانویی است 18 ساله و آموزش یافته از فرهنگ کهن ایران و فرانسه. یاد استاد سیحون بخیر، هوشنگ سیحون که مؤسس هنرهای زیبای ایران بود و آثار بزرگی مثل فردوسی و از کنم خدمتون نادرشاه و پور سینا و همه آرشیتکتش ایشون بود و از دوستان من بود که افتخار داشتم ایشون میدیدم، میگفت که این شهبانو از هنگامه دانشجویش نوپردازی در ذهنش و وجودش بود. حالا این نوپردازی امروز که ملت ایران باید این یاد بگیرن اینه، خیلی مهمه. آقای شرفشاهی وقتی که دکتر علیرضا پهلوی کشته شد فرزندش دو ماهه در شکم همسرش بود و در چهارم مرداد ماه به دنیا اومد. شهبانوی عزیز همزمان با زایش ایریانا لیلا پهلوی هم عروس رو به رسمیت شناخت و هم نوه خودش رو به رسمیت شناخت و ما میبینیم که امسال سنگ تمام گذاشت برای 8 سالگیش چون